طبق گزارش سالانه مؤسسه فریدم هاوس، سال 2017 دوازدهمین سال متوالی تنزل آزادی در جهان بود. به گفته کارشناسان، در حالی که چین، روسیه، کره شمالی، ایران و برخی دیگر کشورها ثبات جهانی را در معرض خطر فزاینده قرار دادند، نشانه‌هایی از پیشرفت و توسعه جهانی در سایر مناطق از جمله آمریکای لاتین و آفریقا وجود دارد. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. بر اساس یک گزارش جدید فریدام هاوس که آزادی‌های مدنی و دموکراتیک را در کشورهای سراسر جهان دنبال می‌کند، دموکراسی تقریباً در هر گوشه جهان تحت فشار و در حال تقلیل است. برای 12 سال متوالی آزادی در سراسر جهان در حال کاهش بوده، به این معنی که در 2017 آزادی در کشورهای بیشتری به جای بهبود تنزل نشون داده است. در آمریکا نیز تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 موضع کشور را به عنوان یک کشور نمونه برای دموکراسی تضعیف کرده و تلاش روسیه برای انتشار اطلاعات غلط درباره انتخابات در سراسر اروپا به عنوان یک عامل در تضعیف ملاک‌های دموکراتیک در سراسر جهان ذکر شده است. در کشورهای مانند چین، کارشناسان روندی از تشدید سرکوب و سانسور تحت رهبری شی جین پینگ می‌بینند. خروج توده‌های مسلمان روهینگیا از میانمار به بنگلادش نشان از وخیم شدن بحران انسانی دارد که بسیاری از جمله آمریکا آن را پاکسازی قومی خواندند. پس از خروج رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه، کارشناسان خوشبینی محتاطانه نسبت به آینده سیاسی کشور ابراز کردند. زیمبابوه در 2017 در رده‌بندی ما تنزل داشت، ولی این بیشتر به خاطر آن بود که موگابه به شیوه غیر دموکراتیک برکنار و جایگزین شد. بنابراین ما امیدواریم برخی وعده های اصلاحات و آزادی و انتخابات واقعا دموکراتیک در سال آینده برآورده شوند. نشانه های پیشرفت در سراسر آمریکای مرکزی از جمله مکزیک که امسال رئیس جمهوری جدیدی را برمی‌گزیند دیده می‌شود. یکی از نامزدهای انتخاباتی دارای پیشینه پوپولیستی است و اگر برنده شود ممکن است تغییرات جالبی در سیاست‌های مکزیک پدیدار شود. به رغم ادامه جنگ در کشورهای عراق و افغانستان، کارشناسان فریدام هاوس می‌گویند انتخابات امسال را در این دو کشور از جهت نشانه‌های پیشرفت به سوی یک دولت غیر نظامی زیر نظر دارند. کارشناسان همچنین میگویند در سایه کشورهای مانند چین و کره شمالی شاهد پیشرفت سیاسی در کره جنوبی و تایوان در سال جاری خواهیم بود. به گفته این کارشناسان، تمایل دولت‌های منتخب دموکراتیک به پیشبرد رفرم‌های سیاسی نشانه‌های مثبت تلقی می‌شوند. شهلا رسته، صدای آمریکا.